سلام گرم و صمیمانه به شما بینندگان برنامه تلویزیونی برای آزادی زندانیان سیاسی. سایلا دالوان هستم و با همکارم سحر تیام برنامه امروز رو تقدیم شما میکنیم. برنامه امروز ما مصاحبه با حسین دائمی، پدر آتنا دائمی، زندانی سیاسی، برگزاری تجمعات اعتراضی بر علیه صدور احکام اعدام برای معترضین آبان ماه و اخبار زندانیان سیاسی. قبل از شروع برنامه از شما میخوام که از طریق شماره تلفنی که در حال حاضر در پایین صفحه ملاحظه میکنید با ما تماس بگیرید و ما را در جریان اخبار زندانیان سیاسی، خانواده زندانیان سیاسی و اگر نکته و پیشنهادی دارید با ما در میون بذارید. بله، آتنا دائمی، زندانی سیاسی، فعال حقوق کودکان و زنان، سالهاست که در زندان سر میبره که در ابتدا به 14 سال زندان محکوم شده بود که این خوب به 7 سال کاهش پیدا کرد و در دادگاه تجدید نظر به 5 سال و قرار بود همین روزای گذشته آتنا آزاد بشه، ولی همچنان آتنا در زندان به سر میبره. برای روشن شدن وضعیت آتنا با پدر آتنا، با جناب دائمی، حسین دائمی مصاحبه‌ای داریم و امروز مهمون برنامه ما هستش. با سلام به شما جناب دائمی و با تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و اجازه دادید که ما با شما همراه باشیم. درود بر شما، در خدمتتون هستم. زنده باشین. خب طبق خبرها قرار بود که همین روزا آتنا آزاد بشه، ولی خبرها حاکی از اینه که آتنا با حکم جدیدی روبرو. لطف کنید در خصوص این احکام برای ما و بینندگان برنامه ما توضیحاتی داشته باشید. بله، چشم، خسته نباشید. به شما میگم، عرضم به حضورتون که بله، همونجوری هم که تو خبراتون فرمودید، آتنا حکم 5 سالش تموم شد، یعنی 14 تیر ماه حکم 5 سال آتنای من تموم شد و قاعدتا باید آزاد میشد. متاسفانه خب در سال 97 پرونده‌ای توی زندان برای آتنای من تشکیل شد. خب این برمیگرده به اون روز به اصطلاح اعتراضی که داشتن نسبت به حکم اعدام سه جوان کرد، رامین حسین پناهی، لقمان و زانیار مرادی، که اونجا این پرونده پنجم که همون سال 97 باشه برای آتنا تشکیل شد که به عبارتی 3 سال و 7 ماه و باز اون پرونده تجدید نظر شد، عرضم بزرگ شما 2 سال و 1 ماه. از 15 هم که امروز باشه اون حکم 2 سال و 1 ماه آتنا به اجرا گذاشته شد، یعنی آتنا به مزی که 5 سال حکمش تمام شد 2 سال و 1 ماه شروع شده، که اخیراً باز مجددن در سال 98 به دلیل تحسنی که کردن در مورد حمایت از کشته شده های آبان ما و همچنین به حمایت از خانواده های این کشته شده ها تحسنی انجام دادن که متاسفانه منجر به یه پرونده دیگر با این اتهامی که اخیراً اعلام شده براشون تشکیل دادن، یعنی که متاسفانه یه دادگاهی تقریباً چند دقیقه‌ای در تاریخ 8/4/99 برای آتنا دادگاه تشکیل دادن و این دادگاه در حد 5 دقیقه و خیلی سریع و خیلی شتاب زده حکم آتنا را بلا فاصله ابلاغ شد و رأی صادر شد که متاسفانه خب دیگه خودتون در جریان هستید، این حکم 2 سال زندان برای هر کدوم 1 سال که تبلیغ علیه نظام، 1 سال هم برای اخلال در نظم زندان و 74 ضربه شلاق براشون به اصطلاح در نظر گرفته شد و این رأی حکمم صادر شد. خب آتنا الان توی زندانه و متاسفانه همگانم میدونن، خب هی پرونده روی پرونده و یه پرونده 7 هم که در جریانه که بابتش هم آتنا تفهیم اتهام شد و قرارم براش صادر شده، ولی خب این پرونده هنوز به دادگاه نرسیده، ما همچنان منتظریم که ببینیم تکلیف این پرونده چی میشه. در حال حاضر آتنا الان 2 سال و 1 ماه که به اجرا گذاشته شده، 2 سال هم که به اضافه 74 ضربه شلاق که فعلا توی نوبت داره، حالا ببینیم این پرونده 7 انشالله ببینیم سرنوشتش چه خواهد شد. در خدمتتون هستم. بله، خب این احکام، آخه چرا با این احکام روبرو شده؟
چه کسی شاکی بوده که اومده به دادگاه و داد پرونده جدیدی برای آتنا باز کرد و چرا حکم شلاق؟ حالا ممکنه حکم زندان میگن اوکی، خب به خاطر اعتراضاتی که در زندان صورت گرفته و آتنا معترض بوده به نکاتی که شما مطرح کردین در صحبتاتون، چرا ولی حکم شلاق صادر کرد؟ والا خب برای خودمان واقعا جای سواله، نمیدونیم ما اصلا دلیلش رو نمیدونیم. من به نظر خودم فکر میکنم اینها یه جایی فکر میکنم اشتباه کردن توی محاسبه های خودشون، توی اون به اصطلاح پرونده سازیشون، ولا اصلا آتنا کار شنیه انجام نداده که مثلا بگیم آقا اینا توهین به مقدسات داشته یا توهین به اسلام کرده یا توهین مثلا به مقامات بالا کرده که یه همچین حکمی براش صادر شده باشه. خب اینها یه تحسنی کردن، بابتش هم آتنا 15 روز توی بازداشت، یعنی توی انفرادی بود، نرگس محمدی هم تبعید شد برای زنجان و مابقی بچه هم که به اصطلاح همراه با آتنا و نرگس محمدی بودن، خب یه جورای تنبیه شدن. اصلا این چی میگن جرم خیلی سنگینی نبوده که مثلا چه جرمی مرتکب شدن. حالا من اصلا خودم هم سردر نمیارم واقعا، برای ما هم این مسئله جای سوال داره، ولی خب دیگه میگن ریش قیچی دست خودشونه دیگه، خودشون میبرن و خودشون هم میدوزن، از دست ما هم کاری ساخته نیست. ولی خب اینم بگم آتنا کلن یعنی از بیخ و بنیان منکر این اتهاما شده، یعنی که اصلا نپذیرفته و کاملا رد کرده که همچین جرمی مرتکب نشده. بله خب الان در حال حاضر با توجه به شرایط زندان و حکم جدید صادر شده برای آتنا، وضعیت آتنا الان به چه صورتی هستش و آیا شما این امکان برای شما وجود داشته که آتنا رو ملاقات کنید؟ خب ما عرضم به حضورتون که دقیقا از سال 97 اون پروندی هم که 2-3 سال و 7 ماه که بابت همون بچه های کرد براش تشکیل شد، بعد از اون ما متاسفانه یعنی دقیقا اسفند 97 میشه ما کلن ممنوع ملاقات شدیم، یعنی از لحاظ این که دستور قضایی اومد که آقا کلن ما ممنوع ملاقات بودیم، تا این اواخر که دیگه کرونا اومد فکر میکنم قرار بود که ما به اصطلاح ملاقاتمون آزاد بشه و مجددا ما بتونیم آتنا رو از نزدیک ببینیم، که متاسفانه این ویروس کرونا وارد کشور شد و مجددا باز تمامی ملاقات ها رخ بود. منظورم کلیه زندانی هاست، به خاطر همین مسئله کرونا کل ملاقات و حضوری ها رخ شد. خب ما متاسفانه باز به همون صورت همچنان ادامه داره ملاقات حضوری ما، الان یه زوردوشه فکر میکنم 16 ماه یا بیشتر یا کمتره که ما ملاقات حضوری نداریم، ملاقاتمون فقط به صورت کابینی و تلفنی هستش. عرضم به حضورشون که خب تلفنی هم که به منزل زنگ میزنه یا به ما زنگ میزنه یک روز در میون، یعنی روزای زوج هم ما میتونیم تلفنی با ایشون در تماس باشیم، ولی ملاقاتمون هم فقط ملاقات کابینیه. خب جناب دائمی، الان درخواست شما از کسایی که صدا و تصویر شما رو دارن چی هستش؟ و کسایی که مدافع حقوق زندانیان هستن، کسایی که میخوان صدای زندانیان سیاسی باشن، چطوری میتونن کمک کنن به نظرتون به بهتر شدن وضعیت آتنا و همچنین بقیه زندانیان سیاسی؟ والا عرضم به حضورتون که چجوری میتونن کمک بکنن دیگه خودتون ماشاءالله میدونید دیگه، الان در حال حاضر تو این سیستمی که ما هستیم سیستم نمیپذیره هیچ کمکی، هیچ بیانیه‌ای رو از هیچ سازمانی رو نمیپذیره، چون یه جورایی نمیخواد زیر بار بره و اینا اون به اصطلاح قانون خودشونو دارن، اون تبصره و ماده خودشون هم دارن، میگن اصلا آقا دخالت خارجی یا هیچ نوع دخالتی رو نمیپذیرن. ولی خب در مجموع نظر بنده اینه، این فعالیت ها، این حمایت ها، این بیانیه ها بالاخره یه روزی تاثیرات خودشو خواهد گذاشت. من درخواستم اینه که واقعا فراموش نکنن اینکه یه مشت جوون همسال آتنای من توی زندان هستن به دلیل عقایدی که دارن، به خاطر اعتراضی که داشتن، اعتراضاتشون هم مسالمت آمیز بوده. خب شما فکر کن آتنا یه فعال مدنیه، آتنا دغدغش برای کودکان کار بود، برای مردم بود، برای همین سرزمین بود، آتنا که یه جنایتکار نبوده.
آیت آتنا که یه اختلاسگر که نبوده، که ایشون تمام دغدغش برای همین کشور و مردم سرزمین خودش بوده. خب حالا این اتفاق افتاده، اونها میگن که آقا ایشون جرم مرتکب شده، ولی ما میگیم جرمی مرتکب نشده. اگر این حمایت ها این فعالیت ها جرمه، پس ببخشید دیگه کلن ما کل کشور رو باید دورش حصار بکشیم، دیوار بکشیم و هر بلایی هم که میخوایم سر مردم بیاریم. این به نظر من منطقی نیست و هر کسی توی هر کشوری حق اعتراض داره، حق بیان داره، عقیده داره. در هر صورت ما میخواییم که بتونیم اعتراضمونو به جای برسونیم، بتونیم حرفمونو بزنیم. خب من متاسفانه بارها خب به من گفته شده که آقا چرا شما با رسانه‌های بیگانه مصاحبه میکنید؟ خب منم در جواب اینو میگم، میگم آیا من توی کشور خودم رسانه‌ای دارم که من حرف خودمو بشنفم، صدای خودمو بزنم و حرف چی میگن حرف بزنم، صحبتمو بکنم، صدای من شنیده بشه؟ وقتی که نیست خب مجبورم، چاره ای ندارم، باید یه جوری صدای منو بشنو برسونم. خواهشم اینه سازمان‌های بین‌المللی، مردم، حتی خود مردم همین کشور خودمون نسبت به این مسئله نباید بی تفاوت باشن و باید بدونن، تحقیق کنن، پیگیری کنن، ببینن که واقعا این جوانایی که الان توی زندان هستن، هر کدوم 5 سال 10 سال 15 سال حکم گرفتن، دلیلش چی بوده؟ آیا واقعا اینا چه جرمی مرتکب شدن؟ درخواستم اینه، این که آقا نباید این بچه‌ها فراموش بشن، باید حمایت بشن، حالا از هر طریقی، از هر سازمانی. بله در خدمت. زنده باشین جناب دامی و متشکرم که امروز وقت گذاشتی و با ما همراه بودین. با تشکر از حضورتون. قربان شما، لطف کردید زنگ زدید، سپاسگزارم ازتون. زنده باش. با تشکر از حضورتون در برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. بله، صحبت جناب حسین دامی، پدر آتنا دامی، زندانی سیاسی رو در مورد وضعیت آتنا شنیدیم. به همین مناسبت کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و نهاد کودک مقدماً مشترکاً اطلاعی رو در محکومیت احکام صادر شده بر علیه آتنا به تاریخ 12 تیر ماه 99 منتشر کردن که قسمت هایی از این بیانیه رو اطلاعیه رو برای شما میخونم. احکام وحشیانه زندان شلاق آتنا دامی باید فورا لغو شود. آتنا دامی زندانی سیاسی سرشناس، فعال محبوب دفاع از حقوق کودکان و زنان، مجدداً با تشکیل پرونده دیگری از سوی شعبه 24 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهامات واهی و نخنمای همیشگی به تحمل 2 سال زندان و حکم شنیع 74 ضربه شلاق محکوم گردید. جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند با چه طوفانی از اعتراضات وسیع و سراسری روبرو است. می‌داند باید به مصاف جامعه خشمگینی برود که 40 سال است به ضربه بگیر و ببند به خاک سیاه نشاند، اما نتوانسته ساکت کند و به عقب برگرداند. با تهدید حبس و شلاق آتنا دامی و ده‌ها فعال و چهره محبوب سرشناس به خیال واهی می‌خواهد جامعه را مرعوب کند و تا همینجا در مقابل استقامت و جسارت بیمانند آنان مدام شکست خورده است. ما با تمام توان خود علیه این رفتار بیشرمانه و توحش قرون وسطایی جمهوری اسلامی و احکام بیرحمانه آن خواهیم ایستاد. با بسیج وجدان‌های بیدار در سراسر جهان همه این بیدادگاه‌ها را بر سرشان خراب خواهیم کرد و جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار خواهیم کرد. ما آتنا را از چنگال خونین جمهوری اسلامی بیرون خواهیم کشید. آتنا دامی فوراً و بیدرنگ باید از زندان آزاد شود و تحت مراقبت‌های ویژه درمانی قرار بگیرد. ما از همه نهادها و تشکل‌های مدافع حقوق زندانیان سیاسی می‌خواهیم که با محکوم کردن جمهوری اسلامی مانع اجرای احکام وحشیانه این حکومت فاسد و بی‌رحم گردند. لازم به ذکره که به دنبال منتشر شدن این بیانیه، طوفان توییتری در محکوم کردن حکم شلاق و زندان آتنا دامی از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
اعلام شده که این طوفان توییتری روز دوشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران، 7:30 به وقت اروپای مرکزی این طوفان توییتری برگزار میشه و از شما میخوایم که صدای آتنا دائمی در این روز باشید. بله، این در مورد وضعیت آتنا و دیگر زندانیان سیاسی صدق میکنه و الان در حال حاضر میبینیم که حکم اعدام 3 جوان، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که در جریان اعتراضات سال 98 دستگیر شده بودند در دیوان عالی کشور تعیین شد. این افراد قبلا توسط دادگاه انقلاب تهران به شلاق و حبس و اعدام محکوم شده بودند که به دنبال اون موج وسیع از اعتراضات بر علیه حکم اعدام در داخل کشور از طرف فعالین جامعه انجام گرفت و همین باعث شد که قوه قضاییه تصویر رو از دادگاه امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی منتشر کنه و اعلام کنه که اونها به وکیل دسترسی داشتن و حتی تایید حکم این 3 نفر رو در دیوان عالی رو تکذیب کردن و این دقیقا نشانه وحشت جمهوری اسلامی از اعتراضات مردم هستش. خب در رابطه با اعتراض به این احکام صادر شده، اعتراضاتی در سرتاسر دنیا انجام گرفت، از جمله ما در مقابل پارلمان هلند در شهر لاهه شاهد اعتراض فعالین کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و دیگر فعالین که مخالف حکم اعدام هستند بودیم و در این اعتراض پریسا پوینده مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی پیامی داشتن که با هم این پیام رو میشنویم و همچنین به دنبال اون پیام هایی هست از ونکوور کانادا و سوئد که به دنبال پیام پریسا پوینده اون کلیپ ها رو با هم میبینیم. به همه عزیزانی که تازه به ما پیوستن و امروز اینجا هستیم که یک بار دیگه در ادامه مبارزه 40 سالمون علیه جمهوری اسلامی دیگه مرگ برسیده. جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه و اون قدرت رو نداره که بخواد با صدور احکام اعدام جامعه رو بترسونه و به عقب بمونه. همین امروز فعالین کارگری در خیابون‌ها هستند. همین امروز زندانی سیاسی از زندان نامه می‌نویسه. سهیل عربی از زندان با صدای خودش پیام فرستاده و علیه حکم اعدام حرف زده. ما مهدی فراهی شاندیز معلم زندانی و سهیل عربی به مناسبت روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران نامه نوشتند و گفتند صدای ما باشید و از این روز حمایت میکنید. جمهوری اسلامی اینها رو دیده. جمهوری اسلامی دیده که فعال کارگری که زیر حکمه و وسیقش رو به حراج میذارند، جعفر عظیم‌زاده در زندان و وسیقه گذارش رو زیر فشار میذارن و وسیقش رو میخوان به حراج بذارن، میبینه باکی نداره از این داستان و میره زیر حکمه، میره خودش رو معرفی میکنه، میگه میام در زندان حکمم رو میکشم ولی بدونیم شما رفتنیم. این امروز دیالوگ فعالین کارگری هست که زیر حکم زندان هستند و زندان دارند. جمهوری اسلامی باید میلیونها نفر در ایران و میلیونها زخم خورده و تبعیدی در خارج از کشور صدای مردم معترض در ایران خواهند و زمین رو زیر پای جمهوری اسلامی دا خواهیم کرد. مرد نام ما جمهوری اسلامی که در همه دنیا با اعتراض و تظاهرات روبرو خواهید شد، در خود ایران با تظاهرات و اعتراض مردم روبرو خواهید شد.
این کارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه از ترس مرگ خودشه و اینجور میخواد بلکه بتونه جامعه رو مرعوب کنه، ولی مردم ایران مصممن که از جلب جمهوری اسلامی رها بشن. زنده باد همه اون جوانهایی که تو آبانماه اومدن بیرون و باز هم بیرون خواهند اومد و تظاهرات خواهند کرد، و زنده باد کارگرهای هفت‌نفه که الان توی اعتصابن و دارن مبارزه میکنن، کارگرهای نفت، زنده باد زنان توی ایران که هر روز دارن با جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، زنده باد زندانیهای سیاسی که تو زندان دارن با جمهوری اسلامی مبارزه میکنن. و ما امروز اینجایی تا صدای اعتراض همه اینا رو تا اونجایی که میتونیم به گوش مردم در پایان ماه جمهوری صدای خودمون رو بلند کنیم در رابطه با صدور احکام اعدام در ایران و از جمله اعدام این سه تا جوان که فقط جرمشون این بوده که اعتراض داشتن به گرونی بنزین و مثل همه مردم ایران که بیشتر از 41 سال هستش که بارها گفتن که ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، اینا همراه با مردم ایران به خیابون اومده بودن تا صدای اعتراض خودشون علیه جمهوری اسلامی بلند کنن، و جرمشون همین بوده، جرمشون این بوده که اومدن به ما الان اینجا اومدیم. بله، در رابطه با محکوم کردن حکم اعدام برای معترضین آبان ما از طرف کانون نویسندگان ایران در بیانیه صادر شده و محکوم کردن سندیکای کارگران نشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان و همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد با هم مشترکاً بیانیه‌ای رو صادر کردن در رابطه با محکومیت حکم اعدام برای معترضین. همچنین لازم به ذکره که از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانی برنامه آنلاین در اینستاگرام کمیته در رابطه با محکومیت حکم اعدام از طرف پریسا پوینده و شیوا محبوبی مسئول و سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی برنامه گفته شنودی داشتن در این رابطه، و همچنین در کانال تلگرامی این برنامه اجرا شد. و اما در رابطه با اخبار زندانیان سیاسی به طور خلاصه به خاطر وقت برنامه تیتوار مطرح میکنم. نسرین جوادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که در تجمع روز جهانی کارگر سال 98 دستگیر شده بود و به 7 سال زندان محکوم شده بود، باید ظرف 5 روز خودش به زندان معرفی کنه. زینب جلالی زندانی سیاسی که به مکان نامعلوم منتقل شده و ظاهراً طبق پیامکی که به پدر زینب جلالیان رسیده احتمالاً در زندان کرمان به سر میبره، و زینب جلالی هم بارها تحت فشار قرار گرفته که مصاحبه تلویزیونی انجام بده، و یکی از میدونیم که زینب جلالیان در شرایط ادلاز جسمی در شرایط خوبی به سر نمیبره و بهش اعلام کردن که اگه به بیمارستان میخوای بری باید بری مصاحبه تلویزیونی انجام بده، ولی زینب جلالیان امتناع کرده و گفته به هیچ وجه حاضر نیست این کار را انجام بده. ملیحه جعفری رو داریم، فعال دانشجویی که ایشون هم به تعامل 5 سال حبس تحذیری از بابت اتهام اجتماع و توانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محکوم شده. ایوب شیری رو داریم که به حبس شلاق محکوم شده. ایوب شیری یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه 98 که به 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق در دادگاه کیفری تبریز محکوم شده. آدم گرجی رو داریم، دانشجویی که به 1 سال حبس تحذیری، 3 ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزش دانشگاه آزاد و 2 سال ممنوعیت از فعالیت و عضویت در احزاب محکوم شده. میثم جولانی رو داریم از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه 98 که به توسط به ریاست قاضی طاهر رسولی در شهر اردبیل به 74 ضربه شلاق و 13 ماه حبس تعزیری محکوم شده. همچنین مصطفی رباطی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی خراسان رو داریم که به
گفته که به 32 ماه حبس تحصیلی محکوم شده. البته در آخر لازم به ذکره که از وضعیت سهیل عربی زندانی سیاسی دیگه ای داریم که از 11 تیر ماه به طور کلی ارتباطش با خانوادهش قطع شده و در بیخبری به سر میبره، خانواده او در بیخبری از وضعیت سهیل به سر میبره. و این نکته رو بگم که سهیل عربی از داخل زندان پیامی رو به بیرون منتشر داده بود که در محکومیت از حکم اعدام برای معترضین اوباما. بله، به پایان برنامه رسیدیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودین. تا برنامه دیگه.